درود بر همه شما پارسی زبانان سراسر دنیا. لطفاً کانال خودتون رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره. موجودات فضایی میتونن ما رو ببینن؟ ستاره شناسان مدت هاست که به دنبال ردپای زندگی و موجودات زنده در سیاره های دیگر میگردن. آیا تمدن های فرازمینی وجود داره که بتونه تمدن ما رو روی زمین زیر نظر بگیره؟ محققان میگن ما برای اونها قابل رؤیتیم. استیون هاوکینگ، فیزیکدان مشهور بریتانیایی، زمانی گفته بود بهتر است بشر آرام باشد، چرا که موجودات فضایی میتونن ما رو به عنوان رقیبی تهدیدآمیز ببینند. اگر فرض رو بر این بذاریم که در خارج از کره زمین هم موجودات زنده وجود داشته باشند، این پرسش پیش میاد که آیا اونها از قلمروشون میتونن اصلا ما رو ببینن؟ دو ستاره شناس آمریکایی، یکی از دانشگاه کرنل و دیگری از موزه تاریخ طبیعی این کشور، این موضوع رو بررسی کردند و به دنبال نشونه های قدیم و جدید رفتند. نتایج پژوهش های این دو محقق در مجله تخصصی نیچر منتشر شده. این دو پژوهشگر تو تحقیقات خود یک بازه زمانی انتخاب کردند و به این نتیجه رسیدن که زمین رو از 5000 سال گذشته، یعنی تقریبا از آغاز اولین تمدن‌های پیشرفته تا به امروز، میشه از 1715 جرم آسمانی دید و زیر نظر گرفت. در 5000 سال آینده 319 ستاره دیگه هم به این مجموعه اضافه میشن، یعنی 2034 ستاره تا فاصله تقریبا 300 سال نوری دور از زمین از 5000 سال پیش تا 5000 سال آینده در منطقه قرار گرفتند که از اونجا میشه زمین رو در مقابل خورشید رؤیت کرد. محققا میگن از ابتدای عصر آنتروپوسین، یعنی دورانی که سرآغاز تأثیر عمده فعالیت های انسان بر اکوسیستم و ساختار زمین شناختی سیاره است، گذر زمین از مقابل خورشید برای تمدن‌های احتمالی بیرون از زمین در مجموع از 1402 ستاره قابل رؤیته. از اون نقاط دیدن زمین در حال حاضر امکان پذیره، به شرط اینکه تمدن‌ها یا دقیق‌تر بگیم موجودات زندگی دیگری خارج از جهان ما وجود داشته باشه. رؤیت زمین از روی سیاره‌های امکان پذیره که دور این ستاره ها میچرخند. بر پایه این تحقیق 29 سیاره در خارج از منظومه خورشیدی وجود داره که به طور بالقوه قابل سکونتند و در حال حاضر به محورهای نگاه به زمین مسلطند یا در آینده به این محورها دسترسی خواهند داشت. ما میتونیم با کمک تلسکوپ های فضایی از زمین دیگر سیاره ها رو تماشا کنیم. اونها رو در هنگامی که به دور ستاره ها میچرخند به شکل نقطه های سیاه در برابر ستاره شون میبینیم. موجودات فضایی هم میتونن زمین رو به شکل یک نقطه تیره در برابر خورشید ببینن. البته به شرطی که اونها هم تلسکوپ داشته باشن یا قادر به ساخت دستگاه های این چنینی باشن. در کنار مسیر آزاد نگاه به زمین، نقطه دیگری که نباید فراموش کرد امواج رادیویی هستند که انسان حدود 100 ساله از اونها برای فرستنده های رادیویی، تلویزیون و اینترنت استفاده میکنه. این امواج در فضا پخش میشن و به دیگر سیاره های خارج از منظومه خورشیدی ما هم رسیدن. اگر در اون سیاره ها موجودات زنده وجود داشته باشن، ممکن است فناوری دریافت این امواج هم برخوردار باشن. تا کنون امواج رادیویی ما به 75 ستاره و سیاره هاشون که شرایط رؤیت زمین رو دارند رسیده. احتمال میره که شمار ستاره ها و سیاره هایی که پای امواج رادیویی بشر به اونها رسیده بیش از این باشه، اما همه اونها به زمین دید ندارن. دو محقق در ارائه نتیجه تحقیقات خود می نویسن بسیاری در این مورد بحث میشه که آیا باید فعالانه برای موجودات زندگی احتمالی در سیاره های دیگه سیگنال بفرستیم یا بهتر حضورمون رو از اونها مخفی کنیم. اما این بحث
از نظر دو پژوهشگر بی‌معنیه، چرا که به اعتقاد اونها بیوسفر یعنی زیست کره اتمسفر سیاره ما رو از میلیاردها سال پیش تا کنون تغییر داده. به گفته اونها موجودات فضایی از دست کم 1 میلیارد سال پیش تا کنون در صورت وجود داشتن میتونستن به این مسئله که در زمین زندگی وجود داره پی برده باشن. پس شاید برای پنهان شدن از چشم و فناوری‌های احتمالی موجودات فضایی کمی دیر باشه. رئیس پیشین سازمان فضایی اسرائیل میگه موجودات فضایی واقعاً وجود دارن و زندگی اونها در کهکشان‌ها یک حقیقت علمی ثابت شده است. به گفته این ژنرال این حقایق از سوی ناسا و دانشمندان آمریکایی به آگاهی دونالد ترامپ هم رسیده. این نظامی ارشد پیشون اسرائیلی این سخنان رو در گفتگو با مجله 7 روز بیان کرده و افزوده که موجودات فضایی در حالی که زندگی خود در کهکشان‌ها رو ادامه میدن از تماس با بشریت در کره زمین دوری میکنن تا انسان خاکی رو دچار هراس نکنن. ژنرال 87 ساله تصریح کرده که اکثر انسان‌های کره زمین آمادگی پذیرش واقعیت وجودی موجودات فضایی رو ندارن و حق هم دارن که در خصوص این حقیقت تردید نشون بدن. به گفته وی، فدراسیون کهکشانی با زمین تماس گرفتن و روی کره زمین افرادی که باید اطلاع داشته باشن از این امر آگاهن. پروفسور در همین حال اظهار داشته که برخورد از نوع سوم در همین نزدیکی انسانه. این دانشمند بلند مرتبه امور فضایی در اسرائیل. اون چند دهه مسئول پرتاب ماهواره‌های متعدد این کشور در پروژه‌های موسوم به افک بوده. وی همچنین تحقیقات گسترده‌ای در زمینه موجودات فضایی، سیاه‌چاله‌ها، مقوله‌های مرتبط انجام داده که هنوز هم ادامه داره. به گفته ژنرال، رئیس جمهور آمریکا در سال‌های 1953 تا 1961 شهادت داده که پدر بزرگش توافق با نمایندگان موجودات فضایی رو امضا کرده که بر اساس اون اونها از پایگاهی محرمانه برای فرود در منطقه 51 ایالت نوادای آمریکا و تماس محدود با انسان و انجام برخی آزمایش‌ها برخوردار شدن، مشروط به اینکه به انسان دانش و فناوری از جمله در زمینه جدایی از ثقل زمین بدن. چندین رسانه آمریکایی گزارش‌های متعددی در مورد اظهارات این ژنرال اسرائیلی به عنوان کسی که حافظ اسرار متعدد و یکی از مهمترین نظامیان در وزارت دفاع و صنایع فضایی این کشور منتشر کردند. از جمله شبکه MSNBC یادآور شده که تماس فدراسیون کهکشانی با کره زمین برای نخستین بار در سریال پرآوازه پیشگامان فضا به تصویر کشیده شده بود. در آن فیلم تخیلی، چون بشریت ظاهرا نوعی دوران آخر زمانی رو به صورت جنگ‌های هسته‌ای اوایل قرن 31 پشت سر گذاشته بود، برای پذیرش واقعیات به خاطر جهانی بهتر آماده شده بود. دولت اسرائیل هنوز به سخنان ژنرال خود واکنش نشون نداده. ناسا گفته که یکی از اهداف اصلی این سازمان جستجو در پی زندگی در کهکشان هاست، اما هنوز نشانه های زندگی فرازمینی به دست نیومده. ناسا افزوده که کاوش در این زمینه با همه توان ادامه داره. با سپاس از همراهی شما، امیدواریم که از این ویدیو لذت برده باشید. میتونید تو قسمت کامنت ها برامون بنویسین که تمایل دارین چه نوع مطالبی رو باهاتون در میون بذاریم. تا درود دیگر، بدرود.